نام خداوند و با عرض سلام با برنامه زیربنا با من مرسل منصوری خوش آمدید. آقای نعمت الله صدیقی معاون کمیته معدن با ما هستند تا در مورد نگرانی سکتور خصوصی از عدم سرمایه گذاری در بخش معادن بحث و گفتگو داشته باشیم. سکتور خصوصی گفته که در 5 سال گذشته برای سرمایه گذاری بخش معادن هیچ قرارداد صورت نگرفته. آقای صدیقی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین با برنامه زیربنا. در نخست میخوایم نظر شما در مورد ازی داشته باشم که معادن در کشور چقدر برای رشد اقتصادی پیشرفت کرده؟ سلام علیکم. ما از طریق شما با همه بینندگان عزیز و برای شما سلام های خود تقدیم میکنم. بی شکی نیست که معادن در زیربنای کشور عنصر مهم و اساسی است و بدون معادن هیچ کشور مملکتی به پای خود استاد شد. بنابراین استخراج معادن و قراردادهای معادن یکی به پای استاد شدن کشور یک عنصر مهم و اساسی می باشد. بله، این را می فهمم آقای صدیقی که معادن یکی از عناصر مهم برای رشد اقتصادی کشور است. چقدر در این سالهای اخیر روی سرمایه گذاری این بخش توجه صورت گرفته و جلب سرمایه گذاری شده بخصوص از خارج؟ حالا چنانچه سکتور خصوصی نگرانی کردن، گفتن که در 5 سال اخیر هیچ قرارداد در بخش معادن برای سرمایه گذاری گرفته نشده. شما چه معلوماتی دارین در این مورد؟ آیا چنین است یا نه؟ بله، این مسئله واقعیت دارد، چنان که شما هم در جریان باشین و بیننده های عزیز هم خبر باشن، قبلا تقریبا در حدود 4-5 سال میشه که هیچ قراردادی نبود و هیچ قراردادی هم صورت نگرفته، به خاطر که دولت چیز میکرد، استدلال میکرد که ما قانون جدید معادن میسازیم و با قانون گذشته ما هیچ قرارداد نمیکنیم. بنابراین اما قراردادها توقف بود و قانون جدید نو ساخته شده و فی الحال نو قراردادها شروع شده و بعضی قراردادهایی که قبلا صورت گرفته بود تمدیدی از اونها هم توقف بود، نو چند تا تمدید صورت گرفته و قراردادهای نو در این صف فکر میکنم که نو چند قرارداد اجرا شده باشه. بله آقای صدیقی، از نظر شما قراردادهای گذشته در بخش معادن چه مشکلاتی داشت و در حال حاضر قراردادهایی که تمدید شده یا تازه شده چقدر سهولت ایجاد شده و چه تغییراتی در این قراردادها به وجود آمده؟ قراردادهایی که قبلا صورت می گرفت از پروسی زمانی و از چیز خیلی سهل و ساده و آسان و در وقتی کمتر صورت می گرفت. بله آقای صدیقی، چه فکر میکنید که نبوده سهولت هایی که مثلا آلی پیش آمده ایست که مثلا بله بلت مشکلات فنی تصویر آقای صدیقی با ما قطع شده. بله دوباره با ما وصل هستن، بفرمایید آقای صدیقی اگر صحبتی دارین ادامه بتین. بله قبلن قرارداد خیلی سهل و ساده و آسان بود. در وقتی کمتر قرارداد از طریق خود وزارت یا از ریاست های مربوطه صورت می گرفت، خاصتا قراردادهای کوچک که در ارتباط مرمر و گرانیت یا تراورتن یا بعضی مواد ساختمانی بود، اکثرتش از طریق ولایات مربوطه یا از طریق خود وزارت صورت می گرفت. ولی فعلا در قانون جدید این پروسه خیلی طولانی شده و وقت زیاد در بر میگیره. این ایجاب تعدیل قانون میکنه که مثلا آلی این مشکلات انوز زیاد از اینکه حل شود بالای دو زیادتر شده، یک پروسه قرارداد تقریبا 2 سال یا بالاتر از 2 سال در بر میگیره و سهولت هایی که به میان آمده یک شفافیت کلی در ارتباط مسئله ریالیتی است که به او در قانون جدید واضح شده که 2.5%، 5% و 7.5% است که او نظر به نوعیت استخراج صورت میگیره یا مثلا مواد خام است یا نسبه پروسس شده است و کامل پروسس شده است. یک سهولت جدید است ولی متاسفانه که هنوز هم مشکلاتی وجود دارد، خاصتا در پروسه قرارداد که وقتی طولانی را در بر میگیره، زود قرارداد صورت نمیگیره، چندین مراحل میگذراند. مثلا اول مسئله خود از سروی و
سروی از اوز بعد سروی از دوره اکتشافی از اوز و بعد از اوز مسئله قرارداد از اوز بعد قرارداد هم از چندین پروسه تایم راحل میگردد که از خود ولایت مربوطه گرفته ارگانهای مختلف در اوجا که موجود است بعد از اون در وزارت و از وزارت به شورای عالی اقتصادی از شورای عالی اقتصادی بعد به کابینه تقریبا یک خیلی مدت طولانی را در بر میگیرد. بله، یعنی آقای صدیقی قراردادهایی که با شرکت های داخلی بسته میشه میتونه که زودتر نتیجه بده تا اینکه با شرکت های خارجی. بله بله، اگر پروسه سهل شد آسان شد این بهتر خواهد بود و زمانگیر نباشه ما زود میتونیم که به نتیجه مطلوب به خود برسیم و کار زود صورت میگیرد. خاصا قراردادهای کوچک ما قبلا یک پیشنهاد 14 ماده‌ای را برای اینها پیشنهاد کردیم که در او تعدید در خود قانون بود یا بعضی صلاحیت های بود که باید به خود وزارت داده شود که وزارت خودش بتوانه که به امرای مستقیم امرای متشبثین یا معدنکارا قرارداد بکنه و امو شرایطی که اینا خود شورای وزیران یا کابینه یا دولت میخواد امو را بگنجانه کسی که اون شرایط دو موجود بود به امروی از اون قرارداد صورت بگیره این بهتر خواهد باشه. بله، آیا قراردادهای کوچک هم به شرکت های غیر داخلی داده شده؟ والا در ما تجربه نیست که قرارداد به شرکت خارجی داده شده باشه. خب فکر میکنم که در شرایط فعلی اینقدر متقاضی خارجی ما نداشته باشیم که بیای او در داخل افغانستان در این شرایط کنونی با معادن سرمایه گذاری کنه، ولی شرکت های داخلی ما میتونه در هر شرایط و در هر وقت و در هر زمان نظر به دلچسپیه که به وطن و ملت خود داره میخواین در اینجا کار کنن و قرارداد کنن و همراه دولت یک جا کار صحیح میشه. بله، آقای صدیقی چقدر ظرفیت در داخل کشور در داخل شرکت های سرمایه گذار وجود دارد تا بخواهن این معادن استخراج بکنن؟ شکر الحمدلله فعلا ما ظرفیت کافی داریم خاصی در بخش معادن کوچک که میدانیم که ما صرف از ظرفیت داخلی خود کار بگیریم. تجارا موجود است، معدنکارا موجود است، تقاضا خود شرکت ها و معدنکارا موجود است، به دولت مراجعه کردن، به ما مراجعه کردن و خواستاری از گردن که بر از اونا امرای از اونا قرارداد شود تا بتونن اونا اکتشاف بکنن، استخراج بکنن و کار به هموطنان ما هم ایجاد شود و اقتصاد دولت هم کمک شوند و ضمن تاجر هم از یک سود و یک منفعت عادلانه داشته باشد. بله، یعنی برای جلب سرمایه گذاری خارجی کاری انجام نشده برای اینکه شرکت های خارجی بیایند در بخش معادن بزرگ قراردادهای بزرگ سرمایه گذاری بکنند؟ فکر می کنم که سرمایه گذاری خارجی مثل که سرمایه گذاری داخلی است خیلی شاید که تفاوت داشته باشد و از یک دیدگاه دیگه می بینم و باید که سرمایه شان مسئول باشد، سرشان مسئول باشه، امنیت سر تا سری تأمین باشه. در شرایط خیلی حساس اونا فکر میکنم که علاقه شاید نداشته باشن که بیا در این شرایط در افغانستان اونا سرمایه گذاری کنن، خواستن بالای معادن و یگانه گزینه که ما داریم و میتونیم هنوز از او استفاده کنیم و کار کنیم اینمی سرمایه گذار داخلی ماست که میتونه اونا امی سرمایه گذار کوچک است که بالاخره بزرگ میشن و فعلا ظرفیت ها الحمدلله موجود است، حتی در مسئله موار ساختمانی و بالاخره خو الحمدلله انشاءالله ما به خودکفایی خود رسیدیم در بخش سنگ های نیمه تزیناتی که تزیناتی مرمر و گرانیت و تراورتن یا اونس که از همه میتونیم خود شرکت های داخلی ما در این سرمایه گذاری میکنن و این ظرفیت و توانایی خود هم انشاءالله دارن که وا استخراج کنند، پروسس کنند و به خارج کشور هم صادر کنند. در بخش آهن هم کنند شرکت های زرب آهنی ما فکر می کنم که به دولت مراجعه کرد که چندین شرکت به شکل که اتحادیه اونا خواهانی هستند که یک صاحب برشون سپرده شد و اونا خودشون به قسم اتحادیه یا جمعی اونا اوجا استخراج بکنن و هم مشکل کوپابریکات خود حل کنن و هم بتانن که در
مسئله استخراج هم مؤثر تمام شوند. بله، چقدر استخراج معادن در افغانستان از سوی شرکت ها به گونه معیاری صورت میگیره یا اشخاصی که این کار انجام میتن چقدر معیارها را در نظر میگیرن مطابق با استانداردهای جهان استخراج میکنن؟ الحمدلله یکی از افغانستان در این پروسه خیلی محتاطانه کار کردن و خاصا سرمایه گذار ما که شروعشان چون استخراج معادن خیلی نسبت به جهان دیگر اینجا خیلی واپسین شروع شده و اینیا که شروع کردن از تکنولوژی مدرن کار گرفتن و به صورت فنی اینیا هم استخراج میکنن و ماشینری مدرن استفاده میکنن. فکر میکنم که امیال در دولت های همسایه مثل پاکستان، ایران، حتی در دیگه ممالک نزدیک هم جواری همسایه ما و شما به این شکل شاید استخراج نتونن که معدنکارای افغانی ما انشاءالله به این شیوه که استخراج میکنن و از تکنولوژی و بناوری که استفاده میکنن خیلی مدرن و با کیفیت هستن انشاءالله. بله آقای صدیقی، چقدر وزارت معادن برای که شرکت ها سهولت ایجاد کرده و از جمله وسایل و ماشین هایی که نیاز است برای استخراج آماده کرده، وزارت معادن در کل چقدر همکار است با این شرکت ها؟ چگونه ارزیابی میکنین کار کرده وزارت معادن را؟ برتباط ماشینری و برتباط تکنولوژی ما فکر میکنم که خود شرکت ها و کمپانی هایی که میخواین که استخراج کنن این توانایی را دارن که مثلا از بناوری و تکنولوژی خیلی مدرن استفاده کنن. نظر به دولت شاید که اونا پیش قدم باشن و دولت در این عرصه به اونا کدام مؤسسات کدام همکاری نکردن تا بالی، ولی خود شرکت ها و ابی کمپانی هایی که استخراج میکنن این توانایی را دارن. ما صرف از دولت تقاضای کمپانی ها و استخراج کنندگان و معاملنکارایی است که صرف علمی پروسی قرارداد برای از اینا سهل و آسان بسازد و می یک ذره شفافتر باشد و خاصتا دمی آخر به آمدن وزیر صاحب جدید که نو آمده یک تحرک به میان آمده از اینجا یک پولینیک به این میگیرم که انشاءالله ما طرف پیشروی میریم، طرف خوبی میریم انشاءالله. بله، شرکت هایی که در بخش سنگ مرور و سنگ ساختمانی فعالیت دارن مواد خام از این از کجا به دست میارن؟ اصلا کسانی که در بخش مواد ساختمانی و یا سنگ مرمر و سنگ مرمر تنها نیست، ما الحمدلله اینجا در افغانستان 4 نوع سنگ چیز داریم که سنگ مرمر است و نکس است که در نما کار میشه، سنگ گرانیت است و سنگ رخام برش میگه یا خارجی ها برش اونکس میگن. هرچان نوی سنگش در افغانستان موجود است، از امی خود شرکت ها و امی کمپانی های استخراج کننده استخراج میکنن. برای که مثلا فعلا متاسفانه یک سوء تفاهم موجود است، این به جهان تقاضا دارن که امی سنگ ها به شکل بلاک اونا میخواین که در برزونا صادر شود، ولی تابال دیس ممانعت موجود است و کمپانی های داخلی ما الحمدلله کلیشان از امی مواد داخلی استفاده میکنن و شرکت ها و کمپانی ها که فلشان استخراج میکنن. بله، این مواد ساختمانی و زیربنایی برای ایجاد یک ساختمان چقدرش از تولیدات داخل کشور استفاده میشه و آیا به حد رسیدیم که به دیگر کشورهای همسایه هم صادرات داشته باشیم؟ بله، مواد ساختمانی خو چندین قسم از آل از سنگ و جغل و خشت تا سنگ های تزیناتی که در کار میشه، حتی آهن که امروز در ساختمان های استفاده میشه، اکثرا چیز 90% از یا 100% برتون بگویم که از تولیدات داخلی است. متاسفانه کم ذره همین 5 سال 4 سال که ما با یک رکود عدم قرارداد که به سکتور خصوصی داده نشد، من تا یک تعداد سنگ های به نام گرانیت یا تراورتین تا هنوز هم قراردادش صورت نگرفته، هنوز هم از دولت های خارج فعلا داخل کشور میشه و انشاءالله که همین کمپانی های داخلی روی واردات خارجی را گرفتن و فعلا این توانمندی را دارن که به خارج هم صادرات داشته باشند.
بله آقای صدیقی، حالا شما یاد کردین از این که قراردادهای کوچک با شرکت‌های داخلی وجود داره و سرمایه گذاری شده در این بخش. سنگ مرمر چقدر قرارداد نو صورت گرفته و همچنان در مورد سنگ‌های دیگر شما یاد کردین چقدر قرارداد در حال حاضر صورت گرفته؟ بعد از مدت طولانی تقریبا 5 سال یا 4 سال که میگذره، اولین دفعه که در طول نقه مدت بود چند روز قبل، یک 4 قرارداد ما فعلا تمدید شده و یک 5 قرارداد جدید نو صورت گرفته که تقریبا فکر میکنم در حدود 9 قرارداد نو در حیث سنگ مرمر که 4 دانه تمدیدی بود، 5 دانه جدید انشاءالله که اونا هم چی شدن، قرارداد شدن. و دیگه هم امید است که در حدود 50 صاحب دیگه هم اینا نو با شاید که با دفتر لبی بسپارن در روزهای نزدیک که یک نوید و خوشخبری خوب است برای معدنکارا. بله آقای صدیقی، این وقفه طولانی در بخش عدم سرمایه گذاری معادن چقدر میتونه که از سوی وزارت بر شما دلایلشان توجیه پذیر باشه و چقدر بر رشد اقتصادی تانسته که ضربه بزنه؟ ما فکر میکنم که این خود درشت کدام تأثیری نداشت و نه هم آینده، چون یک وقت و زمان بود که سر مردم افغانستان تیر شد و گذشت و ما نمیتونیم که می وقتی 4-5 سالی که مؤسسه دادیم دوباره به دست بیاریم. این یک ضربه مهلکی بود به سرمایه گذار و به اقتصاد کشور ما. متاسفانه که یک وقتی بود ضایع شد و باید که از این وقت ما خیلی استفاده میکردیم و صنعتکارها و معدنکارهای جدید به میان میامد و معدنکارهای سابقی ما که وجود داشت اونا ارتقا میکردن، از کوچک ولی به بزرگ میرسیدن. متاسفانه این یک ضایعه برای هم برای دولت بود و هم برای سکتور خصوصی. بله، در حال حاضر استخراج کدام ذخایر کدام معادن جریان داره؟ فعلا امی سنگ های مرمر است و مواد ساختمانی ریگ و جغل است و زغال سنگ با جای استخراج میشه. فکر میکنم که اینمی فعلا جریان داره و امید است که در دیگر سال هم قرارداد صورت بگیره. بله، چند فیصد از معادن افغانستان دست نخورده باقی مانده و چقدرش هم به گونه قانونی استخراج شده؟ ما فکر میکنم که تا بال اگر بگویم که 100% معادن ما به جای مانده، شاید که حرف به جا نباشد، به خاطر از اینکه معادن افغانستان هیچ معدنشان دست نخورده و یک سرمایه انگفتی است که خداوند تعالی برای مردم افغانستان داده و هیچ معدن به سرمایه تبدیل نمیشه و توان تا زمانی که او دست نخوره و بالای از او کار صورت نگیره. بله، بله بله بفرمایید. معادنی که افغانستان داره تا بالی فکر میکنم که در حساب هیچ بیصدی نمیه که ما او را سر از کار صورت گرفته باشه و استخراج شده باشه. بله، در مورد استخراج غیرقانونی معادن چه میگین؟ چقدر از این معادن ما به گونه غیرقانونی در اثر این ناامنی ها استخراج میشه و به کشورهای دیگه برده میشه یا اینکه استفاده غیرقانونی میشه؟ یه طور است که معادن تا معادن فرق میکنه. یکی خود تبلیغات است که صورت میگیره، مثلا مواد ساختمانی یا سنگهای مرمر یا مثلا دیگر معادن سنگین، این هیچ وقت قاچاق شده نمیتونه، این یک مدت و زمان طولانی با کار داره که به ثمره خود برسه و بعدا توسط موترها و لاریها و ترانسپورت سنگین و انتقال میشه، او به شانه یا با شطور یا با چیز انتقال. و یکی مواد و ساختمان های چیزهای شاید که خرد و ریزه باشن، مثل سنگ های قیمتی که لاجورد یا مثلا دیگر سنگ های قیمتی که او بس از طرف افراد و اشخاص هم منطقه و بعضی اشخاص همونجا استخراج میشن یا به شکل غیر قانونی برده شد، این امکان داره. ولی معادن سنگین ما فکر میکنم که ناممکن باشه که کسی برای به صورت قاچاقی استخراج کنه و باید بیرون خارج صورت صادر کنه.
بله آقای صدیقی، چقدر این استخراج غیرقانونی معادن البته در بخش سنگ‌های قیمتی میتونه که بهای اینها را پایین‌تر بسازه یا با رکود مواجه بکنه در جهان؟ اینطور هستم که اول خو استخراج غیر قانونی توسط افراد و اشخاص یا یک تعداد مردم های محلی که در آنجا وجود داره شاید صورت بگیره و خود تأثیراتی نخواهد سر بازار جهان داشته باشه که او بگذاره که سر بالای قیمت ها تأثیر بگذاره و یا چی شد و باز او هم وقتی که اون مردم یا استخراج کننده از او استفاده میکنه از اون کدام کسی که یا قاچاق میکنه یا با ممالکی که صادر میشه او را با همون قیمت اصلی خود باز اونها با پروش میرسانه ولی زیان برای او استخراج کننده و با مردم و مملکت ما شما است. بله تشکر از شما آقای صدیقی که در این بحث با ما بودین، موفق باشین. تشکر از شما که با ما وقت دارید. سلامت باشین. و بیننده های عزیز، حال هم چگونگی بهای ارزها در بازارهای امروز کابل؟ و این هم بهای طلا. با پایان برنامه زیربنا رسیدیم. خداوند نگهدارتون.